بسم الله الرحمن الرحیم درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز بسیار بسیار خوشحالم از اینکه مهمان خانه های شما هستیم در این شب های زمستانی فکر کنم اگه اشتباه نکنم فردا آغاز در واقع ماه بهمن هست و زمستان به میانه رسیده حالا اگر که در خیلی از مناطق همچنان سرما و گرماش خیلی چیز نیست تو مناطق گرمسیر اما خیلی جا برف و بوران و سختی های خودش داره و کانون گرم خانواده در این ایام سرد رو با حضور ما انشاءالله گرمتر باشه بتونیم که در خدمتون باشیم با برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم از شبکه جهانی نور و خصوصا برنامه مال حلال که امشب در خدمتون هستیم همراه بنده در برنامه مال حلال استاد زوراوی هستن خیلی خیلی خوش برنامه خودتون اگر شروع برنامه رو در خدمت شما هستیم الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و آله و صحبه و من و بنده سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز براتون آرزو میکنم که همه اوقاتتون پر از خیر و برکت باشد روزی و رزقتون هم فراوان و حلال و خدمت جناب هفته گذشته ما موضوع یک بحث جدید رو در واقع آغاز کردیم و اونم اخلاق کسب و کاره میشد جزء همونطور که شما فرمودید در بیشتر در واقع اقتصاد دنیا رسیدن به اینکه باید اخلاق کسب و کار حفظ بشه اما به نظر من کفه اسلام میچربه در این قضیه که تاکید زیادی داره بر معنویات در همین روابط مادی و مالی و در توضیحاتی که فرمودید هم همینجور بود هفته گذشته ما بحث در واقع اون بخش هایی رو که بیشتر برمیگشت به سرمایه گذاران به صاحبان سرمایه‌ای که تلاش میکنن فعالیت اقتصادی انجام بدن چگونه برخورد بکنن با زیر دستان با روابطشون چجوری باشه در تعاملات صحبت کردیم اگر موافق باشید این هفته به یک بخش دیگری بپردازیم و سنف دیگری رو مورد توجه قرار بدیم روی اون بحث بکنیم شاید کمترین یا شاید شایعترین ارتباط اقتصادی خرید و فروش است یعنی طرفینی که در دو طرف این معامله خرید و فروش اتفاق میفته و روز هر روز برای هر کس گروه های مختلف اتفاق میفته و چه خوب است که با این شروع بکنیم اگر موافق باشیم در شود قبل از اینکه بپردازیم به این اهمیت موضوع اخلاق در عرصه اقتصاد و تجارت حتی در بحث کسب و کار و همه امور دیگه موضوعی است که نمیشه اون رو نادیده گرفت در واقع موضوعی است بسیار در غایت اهمیت هست و نه تنها در بحث این که این رو به عنوان یک اخلاق فردی یا یک پروستیج یا یک اتیکت رفتاری ببینیم این رو و اون رو اهمیت بدیم که خداوند اخلاق رو پسندیده پیامبر به اون دستور داده در قرآن و روایات و آثار دینی ما خیلی فراوان است نه تنها در این بلکه در رشد و توسعه جامعه در رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه بسیار مؤثر و اثرگذار است و اینگونه نیست که فکر کنیم اخلاق یعنی فقط مجموعی از رفتارهای فردی که منحصر میشه حالا این کسی اخلاقمند از دیگری نیست من به عنوان نمونه موضوعی رو عرض میکنم که در جامعه ما در جامعه ایران ما خیلی رشد پیدا کرده و کار بسیار ناپسند و خلاف اخلاق است شما نگاه کنید بحث پول مثلا پول تو جیبی میگن پول نمیدونم چاهی میگن پول حالا زیرمیزی اسمهای دیگری ولی اینکه پول چایی که میگن میبینی که خیلی رشد کرده شما هر کاری رو انجام میدید به هر کسی مراجعه میکنید حتی از اون که میری پیش آرایشگاهی که سر تو اصلاح کنی یه چیزی به عنوان پول می میگیره ازت اون کسی که پستی رو میاره در خونت پول چایی میخواد اونی که خلاص ماشین تو بهش میبری کارگاه اصلاح کنی پولوچایی باید بدی میری اداره پرونده در داری اصلاح پول باید بدی و این اینقدر گسترده است و همه جا رو گرفته که دلالتی که از نشانه های مرگ اخلاقی جامعه است که این گونه. یه چیزی اضافه شده و همه دارن باید این پول چای رو بدن حالا من نمیخوام بگم فقط در ایران اینجوری هست در خیلی از کشورهای دیگری هم هستن که شاید همین روال وجود داشته باشه و دلیل بر عقب افتادگی و توسعه نیافتگی اون کشور هست که این گونه رفتارهایی درش وجود داره خب این نشانه کوچیکه و این رو هست بزرگترها یاد گرفتن ما من نش... نگاهی به فسادهای کلان دولتی نکردم که چه فسادهای رخ میده و چگونه با مردم تعامل میکنن مردمی که مراجعه میکنن به دادگاه ها چگونه باشون برخورد میشه چه برخورد غیر اخلاقی با مردم میشه از این که ساعت های طولانی باید انتظار بکشن برخورد غیر اخلاقی همیشه تصوری نه وقتی گفته میشه برخورد غیر اخلاقی فکر میکنه که برخورد غیر اخلاقی اینه که داد بزنن رو سرش فقط یا اینکه باش پرخاش بکنن یا اینکه بهش توهین بکنن و فهاشی بکنن بله اینها امور غیر اخلاقی هست شکی درش نیست ولی خیلی گسترده تر از این هست اینی که مردم رو پوی پشت درها باید ساعت طولانی نگه دارن این خود رفتار غیر اخلاقیه اینکه مردم بعد از اینکه ساعت طولانی موندن رسیدن به جایی که باید کارشون را, بیفته اون وقت با اخ بخاطر یه ایراد و کوچیک اونها رو رد کنن. اینکه هیچ ساز و کاری وجود نداره ارزشی برای وقت دیگران ارزشی برای سرمایه هاشون ارزشی برای تلاش هاشون کسی قائل نمیشه یک عمل غیر اخلاقیه خب تنها این هم نیست این اخلاق در روی کردها و عمل کردها حضور داره در تصمیم گیری ها باید حضور داشته باشه در سیاست ها باید حضور داشته باشه اینی دایری حضور اخلاقی رفتار کردن خیلی گسترده تر از این است که بگیم منتهی بشه به یک رفتار خیلی کوچکی از اینکه به کسی سلام کردی یا جواب سلامش شد دادی یا باش پرخ و پرخاش شد یا نشد این یکی از نشانه ها هست ولی بسیار گسته در ترینه به خاطر همین تعریف های مختلفی هم ارائه شده در باب اخلاق آیا اخلاق چی هست اصلا تا بگیم اخلاق کسب و کار چیه خیلی من دو تا تعریف روزی که یکی اینکه اخلاق عبارت یک منظومه از باید و نباید تو این بحث هست. پول چایی که فرمودید که قشرایی رو مثال زدید که گاهی انعام بهشون داده میشه این انعام که جزء پول چایی نیست دیگه مثلا وقتی همین که... که فرمودید تا یه موقع است مثلا کارش خوب انجام میده چیز اضافه خودش با تیب خاطر اون مشتری میده اون چیزی جداییه کسی بخواد به دیگری یک چیزی رو بده بر حال چیز مختلفیه ولی اینکه مردم انتظار دارن مثلا شما داری یک کسی میخواد کاری رو برات انجام بده یه حقی براش تعیین شده حقش رو بهش میدی بعد میخواد چیز اضافی هم ازت بگیره به عنوان پول چایی حالا من این مثال کوچیکی رو درس کردم ولی این دایرش خیلی گسترده شما در هر اداره مراجعه میکنی حالا پول چایی ما رو هم بده حالا نمیدونم، هم همه اینجوری هم. بله. همه منظور رشفت است منظور رشفت اسمش عوض شده، تبدیل شده به این موضوع بله. و وقتی هم بدتر از همه، وقتی که هم این موضوع به عنوان یه موضوع غیر اخلاقی بهش نگاه نمیشه بلکه تبدیل میشه به یک مثلا عادت بد، نمیگیم موضوع غیر اخلاقیه، میگیم عادت بده، خب بده غیر اخلاقی اساساً، باید اون وصف درستی که بهش داده میشه بده مثال عرض میکنم ببینید وقتی که اسم یک صفت بد رو عوض میکنن اسم رشوه رو میزنن زیرمیزی. منظور چی از چرا این اسم رو عوض میشه چون نمیگید مستقیماً رشوه نمیگن چون میخوان بار گناهش رو از دوش خودشون بندازن تبدیل بشه به چیزی که برای حتی برای وجدان خودشون قابل قبول باشه و اون وقتی که دیگه همه این رو گوارا میدونن همه این رو راحت میدونن وقتی که اسم ها رو عوض میکنن در یک زمانی اسم مثلا مشروبات الکلی رو اسمش گذاشتن مشروبات روحی خب اسم عوض کردن به خاطر برداشتن بار گناهی که در گردن طرف وجود داره یا مسائل دیگری که خیلی چیزا هست که اسمشون رو عوض کردن و با تغییر اسم هم تغییر روی کردها هست و برای معالجه اون هم تلاش آنچنان نمیشه وقتی که بهش گفته میشه عادت بد اون وقت دیگه مردم کمتر بهش توجه میکنن تا اینکه ببینیم کار غیر اخلاقیه و اما در تعریف اون میبینیم دو تا تعریف اساسی وجود داره ای تعریف اینکه اخلاق عبارت از از منظومه از باید و نباید هایی که هم عقل اون رو میپسنده و هم شر اون رو تاکید کرده این باید و نباید این کار رو باید بکنی این کار رو نباید بکنیم این باید و نباید هست مثلا باید جواب سلام رو بدی نباید به دیگری توهین کنیم اینا مجموعه از این باید و نباید ها یا ارزش ها رو اسمش رو گذاشتن که به اسم اخلاق نام برده میشه وقتی که میاییم در مورد اخلاق های سازمانی حرف میزنیم سازمانی یعنی همین کسب و کار اداری اونی که به شکل مرتب و ساز فردی نیست صحبت می کنیم دقیقا همون باید و نباید هایی است که در یک سازمانی برای رشد و موفقیتش باید حضور داشته باشه و وجود داشته باشه بعضیا تعریف کردن اخلاق رو یا اخلاق کسب و کار رو این گونه تعریف کردن که وقتی که داری کاری رو انجام میدی حقوق دیگری رو هم رعایت کنی یعنی رعایت کردن حقوق دیگران بخشی از اخلاق کاری هست یا اساسا تعریف اخلاق کاری همین هست خب تعریف های های مختلفی یا دایره های مختلفی وجود داره برای اینکه بخوایم رو تقسیم کنیم که و در مورد هر کدومشون به شکل مفصل تری بحث بکنیم ابتداعا اونی که جناب علیه فرمودید بحث خرید و فروششون بحث کسب و کار میکنیم بحث خرید و فروش است فروشنده و خریدار مجموعی از مسائل اخلاقی وجود داره که اختصاص اینها هست جدای از اون مسائل دیگر وقتی که میخوایم بحث بکنیم یکی اخلاق خریدار و فروشنده به عنوان مشتریان اخلاق کارکنان یا کارمندان اخلاق در واقع تأمین کنندگان کالا اخلاق سهمداران و اخلاق جامعه همه اینها نیاز به بحث داره در بحث خرید و فروش و اینه که وقتی که بحث هر کدوم از اینا رو میکنیم منحصر نمیشه به این که بگیم فقط طرف مقابل رو ببینه در اسلام وقتی که نگاه به کسب و کار میشه نگاه به اون کالایی که تولید میشه هست نگاهی به محیطی که درش تولید میشه هست نگاه حفظ منابع طبیعی و منابع که خداوند داده و ملک مردم هست همه درش لحاظ نگاه به خریداری که میخره و نگاه به حقوق فروشنده که میفروشه همه اینها لحاظ میشه اینگونه نیست که فقط بگیم اگر اخلاق رو گفتیم منحصر کنیم در مجموعه از اخلاقی که بین فقط دو نفره گرچه این دوتا خیلی واضح و روشنه اما باز هم همه اون مسائلی که بود درش لحاظ میشه از جمله اخلاقی که در حوزه خرید و فروش مورد توجه قرار میگیره این که اولین حرف این است که پایبند تعهدات باشند خداوند در قرآن کریم فرمود و اوفو بالعقود وفا کنید به اون تعهداتی که میبندید و در آیات دیگری هم بحث وفای به عهد اومده که خداوند کسانی رو ستوده که وفای به عهدهایشون میکنند و وفادارن به عهدشون و از جمله اوصاف اهل ایمان هم یکی از اوصاف اهل ایمان این هست که اگر عهدی رو بستند اون عهد و پیمان رو رعایت میکنن و حفظ میکنن خب در خرید و فروش خیلی مسائل هست که تعهد میاره و تعهداتی که خریدار و فروشنده نسبت به هم میدن و باعث هم میشه گاهن پایبند نبودن به اینها باعث تضییع حقوق و باعث میشه که در جامعه عدم اعتماد رو ایجاد کنه هر چیزی که یک جامعه رو اعتماد رو ازش سلب میکنه وضعیت اقتصادیش رو بحرانی میکنه ببینید جامعه ایران ما چرا مردم درش سرمایه گذاری چرا سرمایه خارجی نمیاد به طرف ایران یکی از مسائل مهمش این هست که هیچ تعهدی وجود نداره به اینکه این سرمایه ضایع بشه یا نشه یا پایدار نبودن بازار رو میگن یا مسائل مختلفی هست یکیشون تعهداته من یادم است در زمانی که آقای احمدی نژاد اومد در قبل از احمدی نژاد دوران اصلاح طلبا بود که خب سرمایه های خارجی خوبی اومد به طرف داخل ایران بعد از اون دوران دوران احمدی نژاد که اومد تعداد زیادی از اون سرمایه که سرمایه گذاری کرده بودن اموالشون مصادره شد تعدادی محاکمه شدن تعداد زیادی با خیلی سختی تونستن سرمایهشون رو یه بخشش رو بکشن بکشن بیرون نمونه های زیادی هست من نمیخوام اسم ببرم اون کسایی که این بلاها سرشون اومد و کسانی که رفته بودند و در دوران قبلی تعهداتی بود خب انفتاحی حاصل شده بود بانک های خصوصی ایجاد شد شرکت های خصوصی زیادی ایجاد شد و بعد از اون بود که اینا همشون دوچار زیان ها و ضرر های زیادی شدن چون سیاست آقای فلان عوض شد و در حالی که حتی اگر یک رئیس جمهوری عوض بشه باید پای بند متعهد باشه به با اون تعهداتی که مردم سرمایشون آوردن اونجا گذاشتن اینه که نبودن تعهدات یکی از بی اخلاقی ترین قضایی که وجود داره اینه که انسان وفادار به عهد و پیمانی که داده است نباشه یا پای بند به اون عهد نباشه حالا وقتی میگیم عهد و پیمان مردم تصورشون اینه که حتما باید چیز عهد و پیمان بین زن و شوهر رو فقط شاید مد نظرشون هست ولی خیلی گسترده تره هرش خرید و فروش این گونه است من یک مثال کوچیکی ارز کنم با یک کسی قراردادی میبندی یا به کسی واگذار میکنی و اون هم میپذیری میگی این در این استودیو رو برای من درست کن این در ورودی رو درست کن که این در به این شکل به این وصف باشه وعد رو میده بعد چشم درست میکنم یک روز گذشت دو روز ده روز بیز... همینطوری امروز و فردا میکنه درست نمیکنه خب اینجاست که هم دلا از هم خیلی فاصله میگیره هم رنجش هایی رو به وجود میاره هم خسارت های مادی رو ایجاد میکنه و اسلام دستور داده که هر کسی تعهدی داد باید پایبندش باشه حتی اگر اون تعهد نوشتم نشده باشه حتی اگه مکتوب نباشه تعهد اساسا یک تعهد لفظیه بعد اون بله محکم کاری کردن برای اینکه این رو به شکل کتابت در بیاریم و اونو بنویسیم موضوع دومی که در بحث خرید و فروش مطرح میشه عدل و انصاف انسان انصاف داشته باشه در خرید و فروشش و مخصوصا اینکه در بحث‌های قبلی هم گفتیم از اینکه کسی بازار رو نمیدونه آگاه نیست در این بازار چی میگذره و همین که تازه وارد یک اومده این بازار یا میخواد جنس جنسی رو بخره خبر نداره خب یه قیمتی بهش میده اونم نمیدونه بله چشم میگه و اینه که انصاف به خرج نمیده اینکه این شخص آگاهی نداره از قیمت بازار چرا با انصاف نباشم قیمت درست و حسابی هم سودی برای خودم در نظر بگیرم هم برای ایشون هم حاشیه سودی بگذارم مخصوصا اگه تاجره مدت ها پیش که از دوستان قضیه رو مطرح میکرد که دیگه وارد مغازه شدم البته هر دو, دو, تا, دو تا, کار بد در این مثال رخ داد که ذکر شد یکی اینکه خیلی جالب اینکه میگه جایی بودم یکی یک دوستی اومد از یک کشور دیگری و یک کالایی رو میخواست من اونجا بودم که اون فروشنده هم اون کالا رو که به ایشون داده بود تفاوت زیادی داشت با اون قیمتی که من خودم از فروشنده خریده بودم میگه منم خلاصه یک اشاره به چشم اشاره کردم به طرف که نگیر بیا بیرون من با تکار دارم میگه خب اومد بیرون و گفتم اون چیزی که میخواید تو از اینا بخری من با قیمت این قدبت میدم خودشم هم سودی گذاشت روش ببینید این دو تا غلطه که رخ میده یکی این که دزدیدن مشتری از دیگری و اون طرف دیگه هم استفاده کردن از غفلت و ناآگاهی این انسان خب گرچه این آدم میاد از شخص دوم میخره و خیلی به نفشه ولی شخص دوم هم کارو ناشایستی کرده که مشتری دیگری رو داره میدوزه این 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 کار بهش میگه غیر اخلاقی و اینه که کل بازار رو ابتداعا اون کسی که بی انصافی به خرج داده و عدل و قسط نداشته دادوری نداشته در حالی که خداوند می‌فرماید ما کتاب رو کتاب آسمانی رو نازل کردیم بر, انبیا تا در جامعه و در بین مردم قسط و داد برقرار بشود یعنی خدا می‌فرماید و انزلنا و انزلنا الكتاب و لیقوم الناس بالقسط تا مردم با قسط و داد بین خودشون خرید و فروش داشته باشند این هم موضوع دومی که خیلی مهمه اگر در این باب صحبت بکنیم ساعت ها صحبت بکنیم باز هم جای صحبت کردن داره در واقع هم در بحث تعهد و وفاداری به عهد و پیمان و وفاداری به تعهداتی که نسبت به طرف مقابلمون چه فروشنده چه خریدار باشه داریم باید داشته باشیم باید ملتزم بشیم به اون حرفی رو که زدیم تا آخرش باید بیستیم و موضوع دوم موضوع انصاف ورزیدن هست و عدالت داشتن در خرید و فروش است. اگر عدالت نباشه گرانی در جامعه هست کلاهبرداری در جامعه میاد و اگر در کنار نبودن انصاف و عدالت بقیه مسائل بی اخلاقی های دیگر را هم کنارش بذاریم بلایی بوج به سر جامعه و اقتصاد جامعه خواهد اومد که امروز در جامعه خودمون میبینیم در جامعه ما اگر فساد وجود داره اگر وضع بد اقتصادی وجود داره همش حکومت نیست حکومت اساس همه مشکلات هست چون حکومت دارن به اسم دین دارن حرف میزنن بعد دروغ میگن به اسم دین و همه چیزهای بدی که قبلا هم گفتیم ولی در واقع بخشیش هم برمیگرده به خود جامعه و جامعه هست که باید حتما این تغییر رو ایجاد بکنه موضوع اصول موضوع صداقت و سراحت هست در بحث خرید و فروش که ما در هفته گذاشتم رو بحث کردیم که وجود صداقت و سراحت همین که انسان راستگو باشه در حرفی که میزنه ببین کالایی که میخواد بفروشه این کالا امروز خیلی زیاده یک کالایی رو که مارک جنس چینیه مارک مثلا فرض کن ژاپنی بهش میزنن آرم که مارکی روش میزنن و میاد این ژاپنی میزنن و تحویل مردم میدن میدن خورد مردم به قیمت اصلی هر چی هست باید به صداقت و صراحت بگیم که چیه خیلی موارد هست که یک جنس دست دوم رو بین میرن تعمیر میکنن خیلی ظاهرش رو عوض میکنن و تعمیر مردم میدن به اسم یک جنس نو و این هم اینها غیر از اینکه خیانته غیر از اینکه کلاسر برداری از مردم نبودن صداقت و سراحت در این موضوع اگه صداقت نباشه صراحت نباشه جامعه دچار رکود اقتصادی هم خواهد شد ببینید در هفته گذاشتم گفتیم پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اذا له اگه صادق باشند و صراحت داشته باشند تمام اون اشکالات کارشون رو بگن اگه اشکالی در کالاشون وجود داره خدا برکت میده مون بیع بی و شراشون برکت دادن هم این دوری نیست فکر کنیم که یک برکت معنوی فقط بله برکت معنوی هست چون از لحاظ اخلاقی وجدان آرامی پیدا خواهند کرد اون کسی که داره طول روزش داره صداقت به خرج میده و کالاهایی رو که میفروشه به واضحی و روشنی میگه چی ایرادش کاری دارن مسلمان خواب آرامی خواهد داشت نسبت به کسی که از صبح تا شب با قسم دروغ با توصیف دروغ از کالاشون مرد کلا سر مردم گذاشته و پولشون رو گرفته الان شب رسید به نظر من که حتما زندگی آرامی نخواهد داشت خواب آرامی هم نخواهد داشت بهره خوبی هم از این زندگیش نخواهد برد اون پولی هم که اینگونه به دست میاره مسلما نمیتونه سبب سعادت و خوشبختیش بشه و این انعکاس طبیعی و واضح خود قضیه است و ما صادق بودن خیلی راحتی میاره انسان همونطوری که مثال عربی هم میگه غیر از اینکه پیامبر فرمود علیه السلام اینکه صداقت در نجات در صداقته یا در فرم فرمود که اینکه انسان صادق باشه اصل بر و تقوا هست و کسی اینقدر صدق به خرج میده تا جمله انسان های نیکوکار نوشته میشه و بعد میفرماید اینم باعث میشه درهای بهشت براز باز بشه تا آخر و در سراحت عرب میگه میگه فی سراحت راحت در سراحت راحتی نفس هست چه سراحت هستی میگی دیگه راحتی نیاز, نیاز نیست به این انسان دروغ بگه دروغی که انسان از زبانش صادر میشه آثار روانی که یک دروغ برای یک انسان به وجود میاره گرچه بنده روانشناس نیستم ولی شنیدم از ها سلامتی روانی که برای انسان میاره مسلما با پول نمیشه اون رو مقایزه کرد نمیشه با پول اون رو عوض کرد به خاطر همین اگه کسی که با دروغ و کلک مال رو به دست میاره مسلم بدونید آثار بیماری که در روان و وجود اون میذاره باید همون پول رو ببره خرج کنه برای معالجه خودش اگر هم معالجه بشه موضوع بعدی چیزی که در فروش ها وجود داره پایبند بودن به بخشی از تعهدات که این تعهدات هم باز جزء اخلاقیاتی که خدمات پیش فروش خدمات اسنای مثلا فرضون در وقت فروش خدمات بعد از فروش این خدمات اگه تعهدی داده چیزی نوشته شده باید بهش ملزم باشه خیلی مواقع هست که برای مردم کاغذایی رو میارن ما این خدمات رو میدیم اون خدمات رو میدیم بعدش هم بهش ملزم نشدن موضوع دیگری که وجود داره مسئله امانتداری هست و رازداری و حفظ حریم خصوصی هست در اینجا کسی میخواد یک جنس رو مثال عرض میکنم الان یه مواردی هست که انسان ها نیاز به کالاهایی دارن که نمیخوان دیگران مطلع بشن که ایشون این کالا رو خریده مثال از مخص... این اگه ما رو در بعد مختلف بگیم یک کالایی هست به حال خاص افراد مشخصیه خاص کسانی که عذر خاصی دارن مشکل خاصی دارن نمیخواد دیگران بدونن که این کالا رو خریده یا حتی مشکل هم نداشته باشه به حال میگه من این رو خریدم ولی نمیخوام کسی بدونه خریده اونه که رازداری در اینجا خیلی مهمه و طرف رازدار باشه و نیاز نیست الا اگه ما این رو در دامنه کسب و کار توسعه بدیم ترها در خرید و فروش نباشه در جاهای دیگه بسیار نمود میکنه مثل اینکه بیمارستان ها کسی میری بیمارستان عمل جراحی داره نیاز نیست که مردم بدونن چه عمل چی رو عمل کرده چه عمل جراحی داره چه بیماری داره نیازی نیست به که کل جامعه این رو بفهمن و نه نیاز نیست بلکه وظیفه پزشک و وظیفه پرسنل بیمارستان و وظیفه اون پزشک معاجل معالجش این هست که رازش رو به کسی نگه بلکه پرونده و ملف اون مال خودش هست مگه اینکه یک قضیه قانونی و جنایی پیش بیاد که اون وقتی که تحویل دادگاه و یا جهات مختصه داده میشه به خاطر همین حفظ حریم شخصی در همه معاملات جاری هست انسان باید امانتدار باشه و حریم خصوصی افراد رو رعایت کنه حالا خرید و فروش ها متنوعه من وقتی که بعض خرید و فروش میکنم میترسم بینندگان من تصور کنم خرید و فروش اینه که باید بری پیش یک دکان دکان داری ازش مثلا فرض کن لیوانی بخری قلمی کاغذی فلانی فلانی این وسایل بخری خیلی معارض هست نه یک کسی رو میاری تو خونه چیزی رو برات درست میکنه این هم عین بیع و تفاوتی نمی کنه شما میارید میخواید تو خونه چیزی رو بسازه برای خدمات شو خدماتی برد. رو میخرید در مقابل این کاری که داره میکنه خب وارد خونه شما شده رازی رو میدونه مسائلی رو آگاه میشه چه بسا و چیزایی رو میدونه در مورد خونت باید حتما این رو حفظ کنه به عنوان امانت و امانت دار باشه در این موضوع یا اینکه نه اصلا کاری رو خریدی میخوان رو برسونن به خونت و بیارن نصب کنن داخل خونه همین جریان پیش میاد در بحث امانت داری دایره گسترده ای که باز هم خداوند در بحث اوصاف اهل ایمان به اون پرداختیم می والذین لی والذین هم لی و عهدهم راعون کسانی که هم امانت دارن هم عهد و پیمان پی رو حفظ میکنن این وصف اهل ایمانه وقتی که میگیم وصف اهل ایمانه کسی تصور نکنه که اگر کسی اومد مسلمان شد فورا اتوماتیک این صفت ایجاد میشه نه از صفات ایمانه اون کسی که ایمانش کامل این صفت رو داره یعنی ایمان بدون اینها نمیشه پیامبر فرمود لا ایمان لمن لا امانت له ایمان نداره کسی که امانت نداشته باشه و ولا مروعت لمن لا عهد له او کما قال علی نداره کسی هم که عهد و پیمان نداره این خیلی خیلی اهمیت داره که انسان به ویژه به این مسائل نگاه کنه وقتی که خدا در قرآن کریم هر جا فرمود یا ایوه آمنو یعنی این صفتی که الان دارم بهتون میگم از اوصاف ایمانه هر در سوره مؤمنون هست قد افلح المؤمنون که این صفات ها رو میگه یکیشون ای این هست والذین هم لاماناتهم و عهدهم اونایی که امانتشون و عهد و پیمانشون را رعایت میکنن نشانه اینه که ایمان در دلشون قویه اما اونی که این عهد و پیمان رو رعایت نمیکنه براش مهم نیست اصلا هر عهدی تعهد میدم به فلان و فلان و فلان و فلان رعایت نمیکنم نشانه اینه که ایمان ضعیفه نشانه اینه که ایمان وجود داره اما خیلی از اوصافش رو نداره مثل اینکه شما تصور کنید یک طرفی ماشینی داشته باشه اما تایراش نباشه ماشینی داشته باشه ولی سکان نداشته باشه و اینه که نداره یعنی نمیتونه, نمیتونه اون نقش مؤثر خودش رو ایفا کنه این ایمان ایمانی که قراره که امنیت بیاره و از امنیت است دیگه وقتی که این صفات رو ازش گرفتی اون امنیت رو نمیاره به خاطر این پیامبر فرمود لا ایمان لیمن لا امانت له ایمان ندارد اون کسی که امانت نداره و امانت داریش ضعیفه خیلی جالبه که در حتی عرفا وقتی که بحث امانت میکنن اونجا بهش میگن بار امانت بار امانت دیگه اصطلاح عرفانی در جای دیگه پیدا نمیکنی در نزد عرفا به بار امانت نام برده میشه که همون هم که فکر کنم حافظ میگه بار امانت رو به آسمان و زمین دادن نپذیرفتن قرع بال به فال به نام من دیوانه زدن. از آیه گرفته شده. بله بله اینکه فرمود این عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابينها ان يحملها وحملها الانسان. که اینجا سین بار امانت به قریش به نام انسان زده شده است و باید اون رو حمل کنه. پس بحث امانت داری هم خیلی مهمه هم بحث شیرینی در بحث اخلاق هم بحث مهم و شیرینی در بحث تجارت و خرید و فروش ببینید ما مجموعه چند تا موضوع رو گفتیم هنوز مطالب زیاده بگیم در این چند تا موضوع شیرینی زندگی در روی زمین اگه اینها رایت بشه چقدر زیاده <applause> چقدر زندگی کردن لذت بخش میشه در این دنیا وقتی که انسان ها به این دید به هم دیگه نگاه میکنن با سراحت میرن با عدالت دارن رعایت طرف مقابل رو میکنن عهد و پیمان رو رعایت میکنن امانت داری رو رعایت میکنن خدماتی رو که گفتن در هستن پاش اون وقت زندگی لذت بخش اصلا یعنی و چی چیزی رو ایجاد میکنه این یک محبت و عشقی رو در بین انسان ها زیاد میکنه که انسان ها اون وقت انسان ها رو دوست خواهی داشت نه برعکس اینکه کسی از خونش بیا بیرون فکر کنه اگه از خونه رفتم بیرون هست من کسی تعقیبم میکنه کسی مالمو دوزده کسی بهم خیانت میکنه کسی دروغ بهم میگه از خرید از اون فروشنده خرد و ریزی که تو کنار خیابون نشستن تا اون فروشنده کلان طرف فکر میکنه که همه اینها دارن گولش میزنن وقتی که میره با کسی می چیزی کوچیکی رو بخره اگه بهش گفت که مثلا فرض کن این رو بهت میدم هزار تومن فکر بکنه این هزار تومن 500 تومن ارزش داره هزار رو اضافی گرفته و این نبودن این اعتماد و نبودن این باور نسبت به هم دیگه مسلما اقتصاد رو به خاک خواهد نشوند از بین خواهد برد ولی وقتی که چنین اعتمادی وجود داشته باشه در بین مردم من بدونم کسی که باش قرارداد یک معامله رو بستم اطمینان داشته باشم به عهدش وفا میکنه اگه کسی که دارم میرم پیشش خرید کنم مطمئن باشم انصاف داره اگه کسی که دارم کالایی رو ازش میخرم میدونم بهم راست میگه اگه کسی که میخوام جنسی رو بیاد تو خونم میدونم راز داخل خونم و بیرون نمیبره ببین این معانی چقدر تاثیر داره در روی زندگی انسان ها هنوز پنج مورد رو ذکر کردیم چه تأثیری بر روی رابطه اجتماعی داره چه تأثیری بر روی شکوفا شدن وضعیت اقتصادی داره چه تأثیری بر روی این داره که اصلا در جامعه آرامشی رو ایجاد میکنه و دوست داشتنی و محبتی رو ایجاد میکنه که شاید خیلی خیالی باشه به قول معروف اینه که اسلام بی خود نیست که اومده توصیه میده و دعوت میده یکی دیگه از چیزهایی که از جمله اخلاقیات یا اخلاق کاری و کسب و کار هست در بحث خرید و فروش بی بودن کالا و تحویل دادن کالا در سر وقت و سرعت در تحویل هست که این ستا رو همه رو در خود کالایی که وجود داره ببینید یکی از چیزهایی که در اسلام مطرح میگه خیار و این که یک کالایی که خریدی اگه عیب داشته باشه تو اختیار داری برگردونی این به عنوان یک قاعده فقهی و در کتب فقهی بحث شده و به روایات هم در این موضوع هست و اون رو تایید میکنه خب اینه که مردم به دنبال این بگردن عیب نداشته باشه این کالا خیلی مهمه یعنی ما به عنوان مسلمان خیلی مواقع هست. یعنی در جامعه ما مخصوصا این موضوع خیلی کمه کاله ها رو تحویل میدن عیب داشته باشه بعد از این من کاری ندارم تحویل رو دیگه عیب پیش خودت پیدا کرده تحویل نمیگیرن اصلا حتی اگر زمانت هم داره صد تا راه و کلک رو میرن که اجرا نشه ولی یکی از دوستان نقل مید. خیلی جالب نقل میکرد که یک میگه که هانس فری این گوشی که مال تلفن میگه از یک شرکتی گرفتم گفتن زمانت داره یک سال و من هر بار می خریدم. اینجوری پیش اومده بود که خراب می میگه دیگه شش بار من عوض کردم این رو هر دفعه هم عوض کردن کردم براش اینه که عیبی که وجود داره با طرف بپذیره و آمادگی اون رو داشته باشه این کارهای با عیب دار نده به مردم یه چیزی رو نده مردم عیب داشته باشه که گرفتارش بشه خیلی موارد هست که حالا کارهای رو میده به کسی عیب درش وجود داره اما بهش نمیگین عیبو داره گرفتار میشه دست این چیزی که خریده حالا گذاشتی. حتی اگه بار براشم عوض کنه مثال از بس فرض کنید در این خونه یاله یه یخچالی گرفت طرف برد خونه به شیه یعنی که عیب نداره برد خونه دید خب تابستان گرمم اینم عیب داره وسایلی که خریده همه زای میشه دوباره ببر تا اصلاح میکنه تا عوض کنه تا اینکه همه این حالا اگه اتفاقی پیش میاد یک موضوعی اما اینکه وقتی میدونه عیب داره حق نداره کالای عیب دار رو بده به مردم یکی این هزی که تحویل به موقع هست خیلی از یانها و ضررها که باعث کسی فکر میکنه این اخلاق نیست این اخلاق کاره که سر موقع کالایی که دعوت یعنی به دیگری گفتی که من این رو اینقدر روز برات انجام میدم این اخلاق کار باید انجام بدی و کالا رو سر وقت تحویل میدم میام خونه تو مثلا مزایک کاری میکنم برات روز فلان برق کشی میکنم روز فلان همه این کار ها این گونه است قرار نیست که و همین هم باعث توسعه اقتصادی جامعه میشه باعث زیاد اشتغال میشه باعث اصلا خیلی تاثیرات مثبتی داره و مهمتر از همه در دین اینها بهش پرداخته شده درسته که شاید در اون زمان بحث این چیزا نیست ولی در همین مثال ها وجود داشته مثلا نداشتن ای هست، مثلا تحویل به وقت است مثلا انجاز به سرعت است سر وقت این رو تموم کنی و نه اینکه رو اینقدر طول بدی که طرف زمستون برسه و هنوز هم خونش رو تحویلش ندادی موضوع دیگری که وجود داره در بحث با احترام پذیرفتن اعتراض طرف مقابله خیلی مواقع این اعتراضا ایجاد اشکال میکنه اگه طرف مقابل قدرت پذیرش رو نداشته باشه ببینید اشکالی وجود داره بنده یک چیز رو تحویل دادم کارای رو تحویل دادم و شخص خریدار اعتراض داره اگر این اعتراض اون رو به ان تقدیر نذارم بهش براش ارزشی قائل نشم مسلما کار به غیر اخلاقی کردم به اضافه این تاثیر بسیار منفی هم در اقتصاد جامعه داره ولی اگه ارزش قائل باشم برای اعتراضش این مشتری که اومده پول اون هست که زندگی بنده رو به عنوان فروشنده میچرخونه اگه اون نیاد نخره خریدار نباشه زندگی فروشنده مختل میشه و همچنین فروشنده هم همچنین هست فروشنده وقتی که میخواد جنسی رو به فروش بیاره وارد بازار میکنه باز باز میشه زندگی دیگران به در بیاد پس باید انسان تق... ارزش قائل باشه برای اعتراض طرف مقابل از جنسی که تحویلش میدی یا خدماتی که تحویلش میدیم و ما اون اعتراض رو به سعه صدر بپذیریم و در این حال هم یا اینکه جواب مثبتی براش داریم یا اینکه واقعا رفش میکنیم یا اگه توهمی وجود داره توهم رو براش رفت میکنیم خیلی مواقع از, از این قضايا یه ای توهم ای توهمی از یه توهمی به وجود میاد مهم اینه که انسان به دیده احترام نگاه کنه به اعتراض مشتری که میاد خریدار یا فروشنده هر کدوم به دیده احترام به این قضیه نگاه کنه در تایید فرمایشتون الان خیلی از چیز خیلی از مراکز فروش یا شرکت های فروشنده فروشنده کالای تولید کننده در واقع حتی کالایی که میفروشن نظرات مشتری ها رو در مورد اون توی سایتشون میذارن حتی اگر این نظرات بد باشه م. یعنی حالا هم تعریف هم خب ها رو میذارن که این کالای یکی میگه که من خریدم خوب نبود نمیدونم کوچیک بود فلان بود یکی میگه نه خیلی راضیم بعد ستاره میدن این تعامل با مشتری به این شکل که نظرات مشتری انتقال پیدا میکنه یک در واقع اعتماد سازی بین مشتری و مشتریان بعدی چون میدونن که مشتری بعدی با وقتی شما همه ای با ایرادای کالاتو نوشتی بر اساس اون ایب ایب. این صداقت گفتار در واقع خودش اعتماد بیشتری رو در مشتری جلب میکنه و مشتری بیشتری سراغ کالات میرن و این در فرواقع به تجربه کسب کردن اقتصاددان های دنیا بله خیلی جالبه این مخصوصا اینکه با این تکنولوژی های جدیدی که و نسون معلوماتی که هست و یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که من قبلا خونده بودم و شنیدم که بعضی از شرکت ها جایزه میدادن به کسانی که ایراد کارشون رو بهشون میگن ایراد کالاشون رو بهشون میگن و به اونها جایزه ای می میدادن و این دلیل سبب رشدشون بوده خیلی مواقع این جایزه دادن به کسی که داره انتقاد میکنه در جامعه ما وقتی این رو نقل میکردن ما فکر میکردیم یا جامعه این دوری فکر میکرد میگه چقدر مطمئن بوده از کار خودش اصلا بحث این نیست چقدر مطمئن بوده از کار خودش نمیخواسته که بگه ببینید من چقدر مطمئن نماز کارم بلکه میخواسته بگه اگه عیبی رو کسی به من بگه زودتر بیم بگه که اصلاحش کنم و با اصلاح کردن این عیب هست که میتونم سرویس بهتری بدم سرویس بهتری بدم و مشکلات رو حل کنم میری خیلی مواقع هست یعنی کسی میاد یک عیب رو از کالایی رفت میکنه شاید میلیون ها میلیون ها تومان درهم دلار از اون کارخانه تولید کننده به وسیله این انتقاد کوچک برداشته میشه و هزینه رو کم میکنه و این میشه که کاله هم کاله خوبی تحویل مردم میشه و همین که اموال زیادی هم توفیر میشه میتونه در جای دیگری به کار بیاد اعتمادسازی سازی زیادی میکنه من الان از تجربه که الان توی امارات من دیدم توی کشور امارات که الان ما هستیم توش تو خیلی از ادارات خیلی از جاهایی که خدمات ارائه میکنن به مردم اخیرا یک دستگاهی اضافه شده که شما وقتی که خدمات اون ش... وقتی خارج میشه از اونجا و کارتو انجام میدی با یک علامت همین حالا یا مثبت متوسط یا منفی اعلام میکنی که من چقدر راضی بودم از این خدمات ام. حجم این بازخوردها در ارائه خدمات یا در دونستانی که این شعبه مثلا این شعبه خدماتشون شعبه موفقی بوده یا خیر تأثیر گذاره و بر اساس اون تصمیم میگیرن که مثلا چه تغییراتی رو بدن چه راهکارهایی رو ارائه بکنن که خدمات بیشتری به مشتری بدن همون خدمات بهتری همون دقیقاً همون چیزی که شما فرمودید تو صحبتتون میدونن که اگر قرار است که این کسب و کار ادامه پیدا بکند اگر قرار است که فعالیت اقتصادی رونق پیدا بکنه اگر قرار است که در درآمد بیشتری کسب بکنن یک بخش اصلیش برمیگرده به اون کسی که خدمات میگیره انتقال این برگشت این بازخورد این موضوع تأثیر زیادی داره تو رشد بیشتر احترام به مشتری خیلی براشون چیز هست ما متاسفانه مثلا تو ایران خیلی از حتی افراد مغازه های خیلی کوچیک مثلا شما وقتی وارد یه مغازه میشه اگر دستی دست بزنی به یه کالا و بخوای مثلا بپرسی حداقل داخل ببینی چه جوری این کالا با عصبانیت باد برخورد میکنند یه جوری انگار که مثلا شما دعوا, دعوا دارن با و این خیلی بده این اخلاق که مشتری رو از خودت برنجونی چون مشتری در واقع کسب تو رو ادامه پیدا میکنه من نمیدونم این چه دیدگاه چرا اینجوری القا شده توی خیلی توی فرهنگ خرید و فروش در ایران که اگر چیزی رو میخوای باید بری تو مغازه بگی اینو میخوام پولش رو می پولشو بدی بره بیرون دیگه نمیتونی بگردی بپرسی. بپرسی، جزئیات بدونی این وقت رو فروشنده نمیذاره و من خودم به شخصه و خیلی ها رو دیدم که بله. این برخورد و چیز شدن در واقع باش روبرو شدن و تاثیر خیلی زیادی هم تو عدم رونق فعالیتشون میده متاسفانه یه خنجره به خود در واقع یعنی در واقع خودشون دارن به این شکل ضربه به خودشون میزن در صورتی که در دنیای اقتصاد الان به این رسیدن که شما باید به مشتری احترام بذارید و همه این صفات بله. اخلاقی که شما فرمودید در این چند دقیقه همه اینا رو باید رعایت بکنید تا مشتری بیشتری جلب بکنی و بتونی که رونق بیشتری بدارد بید. خوش روی و خوش اخلاقی و صبوری که جناب اشاره خیلی مهمه که برای رونق اقتصادی در جامعه ما همه چی واژگون متاسفانه در ایران ما ببینید نمیدونم چرا اینجوری هست حقیقتا و اون کسی که داره خدماتی رو میده از مسئول و کارمند گرفته از رئیس بزرگ و رئیس جمهور گرفته تا بقیه ما کت خدایی میکنن یعنی شما وقتی که مراجعه میکنی هم میشه خب به کسی مراجعه میکنی اون کس به جای اینکه ممنون شما باشه که بهش مراجعه کردی که از طریق شما و بنده و فلان هست از طریق مراجعه کننده است که رزق روزیش میرسه پزشک که میری پیشش مثل ارباب رو چیز میکنه، رفتار میکنه معلم خودش رو ارباب میدونه رفتگر هم همین کار رو میکنه تا برسه به بقیه مثلا فروشنده میری داخل مغازش خب اگه جنسی رو که باید ببینی خب بپسندی اگه دوباره کالای رو پایین آوردی و نگاش کردی برای بار سوم میندازه بیرون که تو خریدار نیستی و برو بیرون و حق نداری و از این حرفا و, و چندین لفظ بدی که به طرف آره. یا طرف جرأت نداره این کار بگه اگر رفتم یا باید مجبور میشه بخره یا باید خلاصه بیاد بینید در حالی که امروز ببینید نکته جالبی رو شرح کردید چرا این کشورهای دیگه و کشورهای خلیج مخصوصا رشد خوبی داشتن و ابتدا از کشورهای اروپایی چرا رشد اقتصادی داشتن به این علت به این نتیجه رسیدن که باید هر کسی که وارد این مغازه شد تبدیل بشه به یک مبلغ برای کالاهای بنده به جای اینکه این پول رو من بدم مثلا به یه شرکت تلویزیونی که این کارا رو تبلیغات کنه تمام کسانی که میان خرید میکنن نزد این تو این مغازه دارن خرید میکنن میشن تبلیغ کنند. با برخورد خوب با برخورد خوب، با خدمات خوب، با مرتب پرسیدن از اینکه این کالایی که به دادم چطور بود؟ مشکلی که نداره. نمیدونم. خیلی چیزای عجیب. یعنی بعد دیگه انصاف در قیمت، انصاف در خدمات، انصاف در اینکه اگه مبلغی مثلا فرض کن پیشتون موند، حتی اگر این مبلغ جزئی و کمی هم باشه، میبینی اون مبلغ رو بهت برمیگردونن. اگر هم فراموش کنی باز میگردن دوباره تا بعد بیت برگردن اگر اشتباه کوچیکی رخ داده باشه این رو هم تذکر میدن و میرسونن خیلی جالب هست این که اگر انسان پای این مسائل اخلاقی رو که اسلام به اون دستور داده این رو تبدیل کنیم به راهکارهایی در شیوه معاملاتمون که خداوند هم همین رو خواسته دین هم همین رو خواسته ولی اینقدر از این مسائل اخلاقی دور شدیم پیامبر فرمود علیه الصلاه و السلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق میگه من اصلا مبعوض شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو تکمیل کنم خب اگه اخلاق مدار اخلاق اینقدر مهمه که خداوند هم وقتی که پیامبر رو میستاید میفرمه این نکل علا خلق عظیم تو داره اخلاق عظیمی یا پیامبر در حدیث دیگه میفرماید که خیارکم اونی که بهترین شما احاسینکم اخلاقا اون کسی است که داره اخلاق بهتری هست خب این رو در ما فقط تبدیل کردیم به یک موعظه‌ای که یک منبری میره روی منبر و این موعظه رو میخونه و وقتی از این موعظه هم میفهمیم مثلا اخلاق رو اون رو تبدیل میکنیم به اینکه جواب سلام رو بده به بزرگتر احترام بذار و مسائل تقریبا محدود میشه به یک دو تا موضوعی که در حالی که دایره اخلاق گسترده تر از همه مسائل دیگری است که از سیاست گرفته تا اقتصاد و تجارت گرفته تا تعلیم و آموزش و پرورش و همه نهات های جامعه ما نیاز به اخلاق داره و حتما باید اخلاق درش حضور داشته باشه از همه مهمتر بحث خرید و فروش و تجارت هست که و کسب و کار که تأثیر مهمی داره بر روان و وجود انسان ها و بر رونق اقتصادی اون کشور و اینجاست که می بینیم یک کسی وقتی که برخورد خوبی آنچنان داره خدمات خوبی رو ارائه میده انصاف در قیمت که میده انصاف داره هر مشتری هم که از پیششون چه خرید کنه چه خرید نکنه وقتی که از این مغازه رفت بیرون یک تشویق کننده است که همه رو میفرسته به طرف این اینه که خداوند فرمود پیامبر فرمود بوری برکت درش هست کسی که صادق باشه و سراحت داشته باشه به خاطر همینه که برکت در این رفتاره اثرش رو دیگران میگیرن میشن مبلغینی برای شما مردم رو دعوت میکنن میان و با رشد اقتصادی میشه موضوع دیگری که وجود داره در بحث در واقع اخلاق مداری, اخلاق مداری در بحث اینه که در واقع اطلاع رسانی به موقع هست این که ما به موقع اطلاع برسونیم به مردم که این کالایی که وجود داره معلومات کافی بهشون بدیم در مورد خود این کالا و بدونن چیزی که میخرن چیه خیلی موارد هست کسایی که مثلا یا آرسانی صحیح بهشون بدن اما صداقتی که فرمودید صداقتی که فرمود امروز در شکل گسترده تر این بله. اطلاع رسانی هست که میای کالایی رو میخری این کالا چیز زیادی ازش نمیدونی یه بخشی از معلومات میده یه بخش دیگه نمیده وقتی که به خیال خود یا کلماتی که به کار میره امروز در اطلاع رسانی در بروشورهایی که وجود داره خیلی از کلمات مردم معنیش رو نمیدونن مهم. یا کد uh, هست این کدها رو نمیدونن چه معنی داره حالا در چه در مورد, مورد غذاهای خوراکی باشه کالاهای خوراکی باشه یا در مورد کالاهای دیگری که وجود داره حالا چه پوشاک چه الکترونیا چه هرچی مخصوصا در مورد خوراکی ها کدهایی وجود داره مثلا میگه مواد فلان اضافه شد این علامتشه یه علامتی رو میگه من چی این علامت چیه معنیش چیه کی میدونی این علامت چیه و خیلی از این مسائل از این بابت وجود داره حالا بگذاریم از این که در ایران چیزهای دیگری اتفاقهای دیگری میفته ولی به حال اطلاع رسانی کالا و اینا خیلی مهمه و کمک بسیار زیادی رو میکنه به رشد اقتصادی به اعتماد سازی که در بین مردم وجود داره به اضافه این هایی که عرض کردم که همه کارهای مثبتی که باید انجام بدن بحث محدودیت های وجود داره یا مسائلی وجود داره که باید حتما اتفاق نیفته یکی از اونها زیان رساندن به طرف مقابله این زیان رسوندن شاید در مفهوم مخالفی اون چیزایی که گفتیم بشه همین چیز ولی اینکه به مشتری زیان نرسونیم به هر شیوه ای که وجود داره یا کالایی که بهش میدیم کالای خوبی بهش بدیم ای نپوشونیم که قبلا گفتیم به هر نوعی این رو محور قرار بدیم که نباید به مشتری زیان رسوند نباید به طرف مقابلی که مراجعه کننده از حالا مشتری یا هر کی چون در باب خرید و فروش میگیم ما مشتری رو میگیم نباید به اون مشتری زیان برسونیم موضوع بعدی موضوع تبعیض قائل شدن بین مردم بین اینکه خب یک کسی دوستمون قیمت واقعی رو بهش میگیم کسی دیگه دوست نیست قیمت چند برابر رو بی انصافانه بهش میگیم و بحث کالاهای اساسی که گاهن پیش می زمانی پیش می مردم نیاز دارن حالا یه زمانی بود مردم نیاز به امور اساسی داشتن امروز هم در بعضی جاها این اتفاق میفته مخصوصا در جاهایی که مردم به خاطر مثال عرض میکنن به خاطر وضعیت که زلزله هست یا طوفان هست یا سرما هست یا گرما هست مردم در فصل سرما مثلا نیاز پیدا میکنن به سوخت در اونجا راندخاری و تبعیض قائل شدن ممنوعه حتی اگرم پول در مقابلش میگیره انسان یعنی کالایی که میفروشی مغازه‌ای که داری حق نداری می این فامیل من به این میدم به اون که بیگانه نمیدم بلکه کارات رو عرضه میکنی به همه هر کسی که نیاز داشت بیاد این رو تهیه کنه و در دسترس همگان قرار بگیره موضوع دیوم این که ممنوعیت فریب دادن مشتری ممنوعه که مشتری رو فریب بدیم حالا این فریب دادن به هر نوع اتفاق بیفته به هر نوع اتفاق بیفته ممنوعه یک گاهن کسی با کلمات عمومی حرفی رو میزنه مثال از کردم که در مورد مثلا خوراکی ها یک رمزی نوشته میشه مواد فلان مواد نگهدارنده و یک رقمی میده یه, یه عددی رو میده عدد آره. خیلی کار عدد رو, خوبیه آره، عدد رو می مردم نوی معنی این عددی چی هست خب بعدا می بینی زیان بار هست ضرر داره یا هر چی دیگه به خاطر همین کلاه گذاشتن و فریب دادن مشتری ممنوع هست و شرعا حرام هست یا از طریق پنهان کردن بعضی از مشخصات اون کالا یا از طریق توصیف غیر حقیقی اون کالا یا از طریق اینکه بزرگ نمایی کردن اون کالا به خاطر گرفتن پول بیشتری از طرف مقابل هست موضوع بعدی موضوع این هست که کم ارزش کردن کالا حالا مشتری بیاد در مقابل این کم ارزش کردن کالای دیگران خداوند در قرآن کریم میفرما ولا تبخسوا الناس اشیاءهم خداوند میفرما در قرآن کریم که کالای مردم رو کم ارزش نکنید کالای دیگران رو کم ارزش نکنید خیلی مواقع به عنوان یه ترفندی مردم یاد گرفتن اینجوری حالا مشتری میره میگه میره پیش مغازه‌دار میگه اینو چند میفروشی؟ میگه اینقدر حالا به دروغ یا به هر چیز دیگری صد تا عیب از این در میاره که خیلی مفت و مجانی ازش بخره یا با قیمت ارزونتری ازش بخره عیبی در ظاهر کالا نداره اما سعی میکنه چندین عیب روش بذاره یا به این که ادعا کنه که این قیمت رو تو بازار اینجوری قیمت دیگری رو بگه و اونم مشتری هم از ترس این که مشتری از دستش بره مجبور بشه به قیمت نازلتری بده شکوندن و پایین آوردن قیمت کالای مردم حرامه و این هم به نص آیت قرآنی ولا تبخص الناس اشیاءهم الان در بحث خرید و فروش هستیم ولی در هر مبحث دیگری انسان حق نداره که چیزی رو که طرف مقابل داره بدون وجه حقی ارزش اون رو بشکنه و قیمتش رو پایین بیاره چه مادی باشه چه معنوی خیلی موارد از چیزای هست معنویه انسان حق نداره ارزش معنویه کالای دیگران رو پایین بیاره حالا این کالا میتونه کالا نباشه میتونه یک وصفی باشه توانمندی باشه یه استعدادی باشه که خداوند به کسی داده این استعداد رو کسی حق نداره که یه کا... جوری در بارش حرف بزنه که این رو کم ارزش جلوه بده این رو به عنوان چیزی بی ارزش جلوه بده این هم حق نداره حالا من این به عنوان یک گریز بر... چیزی هم به پایان نمونده هم یه سوالم هست آقای رحیم اگه اشتباه نکنم سلام دارم خدمتون متشکرم از اینکه با ما در ارتباط هستید و اعتماد دارید به این شبکه و این برنامه متاسفانه قطع شد من عذر میخوام آقای رحیم از اینکه پشت خط موندید و نشد که ما سوالتون رو بگیریم اگر ممکن بود براتون باز تماس بگیرید در خدمتون هستیم یک سوال هم واتساپی اومده خب آقای مصطفی پشت خط هستن تلفن آقا مصطفی رو میگیریم آقا مصطفی سلام علیکم و رحمت الله خیلی متشکرم از اینکه با ما در ارتباطید و به ما اعتماد دارید بفرمایید سلام علیکم خسته چی دوستان متشکرم در خدمتتونم استاد من از یکی از شهرهای استان فارس زنگ میزنم چند مدت پیش در رابطه با یک معامله که داشتیم با یه من خودی وارد معامله شدیم و داشتیم اتفاقا به تفاهم می رسیدیم معامله من تقریبا دیگه داشت انجام می شد ولی من این برنامه شما رو که دیدم حقیقتا تو ذهنم همیشه بود که من با کسی معامله کنم که اخلاق داشته باشه ولی این چون بد اخلاق بود من معامله رو به هم زدم علت که کرد من پرسید گفتم من توی یک از شبکه های توحیدی برنامه میبینم اخلاق کسب و کار تو چون اخلاق اون چنان که باید شایسته یک مسلمان باشه نیست چون اخلاق نداری من معامله رو به این جهت به هم زدم باش بلد. خیلی متشکرم از اعتمادتون حالا و ممنونم از این پرسشتون نمیدونم تا این حد به نظر شما اینه که تأثیر گذار بوده این برنامه و اینکه تونستن ایشون اخلاقش رو در واقع اخلاق مداری رو توی ارتباطشون گرفتن این امتیاز خوبی است یا خیر؟ مسلما ببینید این که برخورد این چنینی حالا تصمیم گیری آخ... تصمیم گیری به این شکل از یک برنامه تلویزیون یک پیام اخلاق در واقع در معامله ببینن ببینید و... پیام اخلاق در برنامه ما همینه ما میخوایم بگیم که در این برنامه تقریبا برنامه دومی حرف حرفو میزنی مثلا کل برنامه همش در مورد اخلاق نبوده وقتی که گفته میشه که یک انسان باید در معاملاتش یعنی اخلاقیات کسب و کار رو رعایت کنه نمیتونی به اینکه به بی کسی بگی من با تو معامله نمی چون تو اخلاق نداری خب از کجا فهمید اخلاق نداره اگر ما نداریم داریم ریز داریم میگیم ریز داریم مسائل رو بحث میکنیم اگر راست نمیگه بگه خب تو راست نمیگی اگه تعهد نداره بگه تو تعهد نداری یا تا که بشه اگه نگی هم حالا مشکل حالا تو برامورد خودش بکنی. حالا اینا کی کی آشکار میشه طرف تعهد داره یا نداره شما به چرتی میتونید رو بگی که دیده باشی ازش تعهد نداره دیده بازی ازش راست نمیگه دیده باشی از اینکه داره دروغ میگه داره سرت کلاه میذاره ما جزئیات رو داریم میگیم که این برنامه هر کسی همین رو بگه که من با این برنامه هر کی رو دیدم میگم باد معامله نمیکنم چون اخلاق نداری این گونه نیست موارد وجود داره اگه کسی این موارد رو رعایت نکنه خودش قبل از هر کسی دیگری باید بدونه که اخلاق رو یه چیزی که ببخشید در توضیح در تکمیل صحبت تو این که پیش هم نکنیم رو اشخاص به اینکه خودمو تا خودمون بگیم ندادیم نمیتونیم بگیم تو اخلاقت خوب نیست باید برخورد نمی آره یا نه اصلا ممكن. غیر از اینم ما نه این برنامه اصلا هیچ برنامه دیگری ما نذاشتیم که بگیم بیا شما در مورد دیگران قضاوت کنید و این خیلی و حکم بدید خیلی هم گسترش داره که آره. ایران و حکم بدید یعنی آدم ها رو تصنیف کنید کسی نگفته که شما برید آدم ها رو تصنیف کنید و در موردشون برچسب بزنید بگید این اخلاقی این غیر اخلاقی این اصلا این منطقی نیست حتی اگر هم کسی کار غیر اخلاقی کرد شما با اخلاق باشید و با اخلاقتون بهش پاری کنید که این کارش درست نیست به شیوهی که بتونه مؤثر باشه و ایشون دیگه از اون کارش دست بکشه اما تشویق به دیگران و تصنیف کردن و دست بندی کردن دیگران اصلا هیچ کسی بهش توصیه نکرده ما هم در این برنامه بهش توصیه نکردیم و نخواهیم آه. کرد بلکه اینا رو میگیم برای کسی که فروشنده هست یا کسی که خریداره همه اینها رو رعایت کنید گاهی هر فروشنده یه روزی خریدار هست یه خریدار یه روز فروشنده است ببینید اگر امروز کسی چیزی رو میفروشه میره از کسی دیگری چیز دیگری رو میخره و این برای همه این مسائل به وجود میاد در جای دیگری اگر کسی امروز خریدار یا فروشنده ای نیست که چیز رو بفروشه حتما کارمند اداری هست کارگر یه جایی هست صاحب کار یه جایی هست به هر حال ما کسب و کارمون رو حفظ کنیم از این بی اخلاقی بله یه سوال دیگه هم چون وقتم تمام شده فقط من این سوال رو بپرسم چون چیز اومده بیننده پرسیدن که کفالت یک شرکت رو کفیل اماراتی است در واقع که در از دبی ارسال کرده این سوال رو کفیل یک هتل شده برای که بتونه اون هتل فعالیت شو بکنه اما احتمالا مشروبات و الکلی هم در این هتل سرو میشه آیا به عنوان کفیل میتونه ادامه بده با این هتل که چون سالیانه پولی دریافت میکنه این پول حلال است یا حرام چه اگر یقین داشته باشه که در این هتل مشروبات الکلی هم فروخته میشه داده میشه به مسافرینشون یا به هر حال درش هست حرام حرامه که این همکاری رو باشون بکنه همکاری رو باید باشون قطع کنه چون خداوند فرمود تعاونوا علی البر و ولا تعاونوا علی الاثم العدوان و این کفیلی که وجود داره کفیل در واقع داره زمینه رو آسون میکنه سهل میکنه برای کسای دیگری که میان در اینجا کار میکنن حالا یا هتل میزنه یا کار دیگری فعال دیگری شروع میکنه این تسهیلاتی که وجود داره رو این شخصی که کفیله نباید در اختیار کسی قرار بده که کار بدی ازش انجام میده یا از اون سو استفاده میکنه شرعا این کار حرام و یا شرط بذاره یا شرط بذاره اگه برای اینکه بخواد اینا شرط بذاره به این شرط من کفیلت میشم که مشروبات الکلی رو سر نداشته باشی چون گفتن احتمال میده این احتمال رو بر یقین نزدیک بکنن یا ببینید همین که شرط کنه کافیه لزومی نداره انسان بره تحقیق کنه چون اصل بر این هست در میان انسان ها مخصوص در میان مسلمان ها. اصل میره که راست گوان مگر اینکه خلافش ثابت بشه اگه کسی گفت که مثلا من مشروبات الکلی رو مثلا نمیارم این رو گفت قابل قبوله مگه اینکه خلافش ثابت بشه و ما وظیفه نداریم تحقیق و تفتیش کنیم مگر اینکه حرکت شک آوری رو ببینیم رفتار نادرستی رو ببینیم بعد دیگه بله برای یقین رسیدن لازمه اما در شکل عادی نه نیازی به تحقیق نیست اصل همینه بهشون بگیم مشروبات الکلی نیارید و کفیلشون بشه اگه دید خلاف این هست کفالتش رو ازشون بگیریم خیلی متشکرم از پاسختون از حضورتون در برنامه و توضیحات گرانقدرتون بسیار ممنونم از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا دیدار دیگه الله یار نگهدارتون خدا نگهدارید. thank you